اعتراضات و اعتصابات کارگران در ایران همواره نقش مهم و کلیدی در تحولات جاری در جامعه و مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی ایفا می کرده است و همین امروز هم در سراسر شهرها و استانهای کشور شاهد اعتراضات گسترده کارگران، بازنشستگان، معلمان، کادر درمان و سایر بخشهای مزدبگیران هستیم که مهار و سرکوب این جنبشهای قدرتمند جامعه به چالشی بزرگ برای حکومت ضد کارگر اسلامی بدل شده. در این میان اما کارگران نفت و اعتراضاتشان همواره جایگاه محوری داشته و هرگاه که این بخش از جنبش کارگری در مقیاسی سراسری دست به اعتصاب زده، پایه‌های حکومت به لرزه در آمده. به گونه ای که گزارشات مختلف امنیتی افشا شده از اتاقهای تصمیم گیری حکومت نشان می‌دهد که مقابله با اعتصابات سراسری نفت در یک سال گذشته یکی از بحران‌های جدی امنیتی سیاسی بوده که جمهوری اسلامی در دستور کار خود قرار داده بود. حال که بیش از یک سال از آغاز انقلاب زن زندگی آزادی در ایران می‌گذرد و اعتراضات و اعتصابات گسترده لایه‌های مختلف جامعه را در نبردی روزانه علیه جمهوری اسلامی به میدان آورده، از مهر ماه 1402 شاهد آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات و اعتصابات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستیم که هم از نظر جغرافیایی و هم تنوع بخش‌های درگیر در آن خصلتی سراسری دارد. به گونه ای که در هفته‌های اخیر کارگران شاغل و بازنشسته رسمی، قراردادی، عملیاتی، ارکان ثالث و پروژه‌ای اعتراضاتی را کلید زدند که از خوزستان و تهران گرفته تا سکوهای نفتی در جنوب ایران را در بر می‌گیرد. نکته قابل ملاحظه در این زمینه این که در راستای تقویت این موج تازه اعتراضات نفت، حرکتی بزرگ آغاز به کار کرده است تحت عنوان کارزار حمایت از کارگران نفت که از یک سو تشکل‌های داخل و خارج داخل کشور و سندیکاهای بین‌المللی کارگری را دخیل کرده و از سوی دیگر فعالیت‌های گسترده‌ای را در دستور کار سازمان‌ها، احزاب، فعالین و حامیان کارگران در خارج کشور قرار داده تا توجهات گسترده‌ای در داخل و خارج کشور را به اهمیت اعتراضات و اعتصابات اخیر در نفت جلب کند. ویژه برنامه امروز ما نیز اقدامی است در همین جهت، حمایت قاطع و گسترده از کارگران نفت. سلام های گرم به همه شما همراهان گرامی که از طریق تلویزیون یا شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال می‌کنید. من میثم عتیق هستم و به همراه سایر دستندرکاران امروز یک شنبه 14 آبان 1402 برابر با 5 نوامبر 2023 ویژه برنامه در حمایت از کارگران نفت در ایران از سوی نهاد فریدم ناو یا کمپین برای آزادی کارگران زندانی رو تقدیم حضور شما میکنیم. در ویژه برنامه امروز مجموعه از سخنران ها با ما همراه خواهند شد و پیام هایی که از سوی کارگران نفت از ایران برای این برنامه به دستمون رسیده رو برای شما قرائت خواهیم کرد. اما پیش از هر چه شاید بهتر باشه معرفی کوتاهی داشته باشیم از سخنرانانی که در این برنامه با ما هستند. سخنران اول ما شهلا دانشور، سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی، همینطور کاظم نیکخواه مسئول روابط بین المللی فریدم ناو، پیمان شجیراتی فعال کارگری، کارگر سابق گروه ملی فولاد اهواز، فرهاد میرزایی فعال جنبش معلمان، عباس ماندگان، جمشید پورانپیر عضو سندیکای کارگران خدمات عمومی در ژنو، تهمینه صادقی عضو فریدم ناو و عضو بخشی از کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کیو پی، واله زمانی فعال کارگری و عضو سندیکای نقاشان البرز و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت است. البته باید به اطلاع شما مخاطبین برنامه هم برسونم که متاسفانه ساعتی پیش از شروع برنامه مطلع شدیم که رضا رشیدی، فعاد کیخسروی و مسعود
ارژنگ به دلیل مشکلات غیر منتظره که براشون پیش اومده بود امکان شرکت در ویژه برنامه امروز رو ندارن. من جا در اینجا سلام و خوش آمد بگم به همه سخنرانان و مهمانانی که با ما هستن در برنامه امروز. وارد بخش سخنرانی ها میشیم، صحبت های یکی یکی شما رو خواهیم شنید، اما برای بخش معرفی این کمپین و کارزاری که در حمایت کارگران نفت هست و جایگاه اون، در ابتدا شهلا دانشور رو خواهیم داشت که هم معرفی کوتاهی داشته باشن از این کمپین و هم صحبت‌های خودشون رو در حمایت از کارگران نفت صورت بدن. بفرمایید شهلا دانشور. سلام میکنم به حاضرین در این جلسه و بینندگان محترم این برنامه. پوزش میخوام از اینکه صدای من گرفته به دلیل سرماخوردگی های این فصل. من به عنوان سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندان فریدم نا که برگزار کننده این کنفرانس است و موضوعش حمایت از کارگران نفت است صحبت میکنم. فریدم نا در این راستا کارزاری را اعلام کرده و همه تلاشش اینه که اعتراضات نفت رو به مرکز توجه جامعه و در سطح جهان تبدیل کنه و بیشترین حمایت ها را از اون به این اعتراضات جلب کنه. گسترش اعتراضات تو نفت یک اتفاق سیاسی مهمه تو دل شرایط پر ارتقاب انقلاب و جنبش کارگری. همین دلیل ما از مبارزات کارگران نفت، این مرکز کلیدی کارگری که شاهرگ اقتصادی حکومت، قاطعانه حمایت میکنیم. ما مرتبا اخبار این اعتراضات رو به انگلیسی ترجمه میکنیم و بر روی سایت بین المللی پربیننده، سایت لیبر استارت، بازتاب دادیم و برای اتحادیه کارگری ارسال کردیم. و ما برم سراغ نفت. جمهوری اسلامی از همون آغاز روی کار آمدنش با درسگیری از تجربه انقلاب 57 و نقش تعیین کننده کارگران نفت در انقلاب تو مقطع داشتن، اولین کارش تغییر ساختار سیاسی اقتصادی نفت و مجتمع‌های بزرگ کارگری تو ایران بود. با این کار کارگران شاغل تو هر بخشی با پیمانکاران طرف شدن و نفت به یک مجموعه جزایر پراکنده، اونم زیر فشار سنگین امنیتی پادگانی، به مرکز چپاولگری‌های کلان و استثمار شدید کارگران تحت حاکمیت مافیای رانتخار حاکم و یک تازی سپاه تبدیل شد. خب مدتی صدای زیادی شنیده نمی شد. از سال 1375 اعتراضاتی بود ولی این فضا سنگینی می کرد. با عروج جنبش کارگری و گسترش اعتراضات و خیزش های انقلابی مردمی، تحرکات اعتراض در نفت به ویژه تو چند سال اخیر شدت پیدا کرد. کارگران نفت در واقع از همه این قیودات به یک نحوی عبور کردند و اعتراضات هزاران نفره کارگران پروژه‌ای پیمانی نفت در سال 1400 نشانه از این بود. بعد هم دیدیم که شوراهای سازماندهی کارگران پیمانی نفت شکل گرفت، شوراهای سازماندهی کارگران ارکان سالش شکل گرفت و دیدیم که صدای اعتراض کارگران نفت در جامعه بازتاب پیدا کرد، صداشون به سطح بین المللی بازتاب پیدا کرد و منعکس شد. اما امروز تو شرایطی که جامعه به اشکال مختلف داره تداوم انقلاب زن زندگی آزادی رو فریاد میزنه، ما شاهد به میدون اومدن وسیع‌تر کارگران نفت هستیم. کارگران رسمی نفت، این بخش ثابت و تعیین کننده، مرکز ثقل این اعتراضات هستن. این مهمه، این قدرت میده به اعتراضات در تمام بخش‌های نفت و به جنبش کارگری و تغییر توازن‌نما به نفع جنبش کار، به نفع مبارزات مردمی. و در این حال ما شاهد اعتراضات بخش‌های دیگه کارگران تو همین مدت بودیم. کارگران قراردادی که آخرین تجمعشون در 29 مهر ماه بود و خاص رسمی شدن قراردادها، لغو تمامی اشکال قرارداد، و همینطور کارگران ارکان سالس که خواهان خروج پیمانکاران بود. وقتی همه اینا رو می‌ذاریم کنار هم دیگه، در واقع ما با یک خیزشی در نفع
روبرو هستیم که ساختارهای سیاسی اقتصادی حاکم به اون رو داره به چالش میکشونه و این ساختارها، پیمانکاران، قراردادها موقت، تهاجمهای هر روزی به معیشت، موزلات بخش عظیمی از مراکز کارگریه. کارگران رسمی اعتراضشون به تعرضات معیشتیه. این اعتراضی که کل جامعه به تعرضات معیشتی هر روز حکومت به زندگیشون داره، این اعتراض بازنشستگان هم هست، این اعتراض همه کارگرانه. مسئله سقف حقوق که تعیین کردن، سطح دستمزدشون کاهش پیدا کرده، مالیات های سنگی که میگن مالیات های کسر شده باید به حساب هاشون برگرده و همینجور محدودیت برای حق سنوات بازنشستگی و خواسته و مطالبات دیگه ای که دارن. خب این فضایی که در نفع ایجاد شده، این ساختاری که در نفع ایجاد شد، فشار سنگینش رو کارگران رسمی هم وارد شد. این پادگانی بودن، به قول یکی از دوستان کاریا میگه در میان آتش و دود داریم کار میکنیم، این زندگیمونه، دور از خانواده و شرایطی که دارم. خب این ابعاد از اعتراض تو نفت به باور من میتونه بستر شکلی اعتراضات سراسری هم در نفت باشه و در این حال مستقیما به اعتراضات کارگر تو سطح جامعه تاثیر میذاره. و طبعا تو شرایطی که جامعه داره به اشکال مختلف فریاد میزنه که میخواد خودش رو رها کنه، این اعتراضات در واقع تحول بخشه و انقلاب، تداوم انقلاب رو قدرت میبخشه. به همه این دلایل، خواستای بر حق این کارگران، شرایط زیستی و معیشتی، همه مسائل و مکان جایگاهی که این اعتراضات داره، فراخوان من به حمایت وسیع کارگران، همه مردم از این اعتراضاته. به همین دلیل ما کارزار رو اعلام کردیم. ما تلاش میکنیم صدای کارگران نفت و جهان باشیم و در آخر جا داره به اعتراضات حماسی بخش‌های مختلف بازنشستگان که نبض در واقع پرتلاطم و تپنده تداوم انقلاب هستند بپردازم. بازنشستگان که با شعار شاغل بازنشسته، اتحاد اتحاد، و با فریاد درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید، پرچم اتحاد طبقاتی مبارزاتی برای رهایی از شر جمهوری اسلامی به دست گرفتن. به امروز اعتراضات نفت در کنار بازنشستگان یک مصداق عملی این اتحاده. درود میگم به بازنشستگان. بازنشستگان هم شایسته بیشترین حمایت و پشتیبانی مردمی هستند. اعتراضات نفت و بازنشستگان تقویت کننده یه دیگرن و باز هم بر حمایت از کارگران نفت و بازنشستگان تاکید میکنم. جمهوری اسلامی با تفرقه، با سرکوب همیشه تلاش داره اعتراضات رو عقب بزنه. ما با حمایت های وسیع خود باید کاری کنیم که سرکوبگری های حکومت رو سد بکنیم. یک فلسفه تشکیل نهاد فریدمنا، تلاش برای ایجاد اتحاد مبارزاتی و جلب همبستگی های مبارزاتی در ایران و در سطح جهان برای مقابله با سرکوبگری های حکومته. از همین جهت برای آزادی کارگران زندانی، معلمان دربر و زندانیان سیاسی تلاش میکنیم. سخنم به پایان میدم. درود به کارگران نفت، درود به بازنشستگان رزمنده و زنده باد انقلاب زن، زندگی آزادی. بله، سپاس از شما شهلا دانشور. از حمایت ها صحبت کردیم از کارگران نفت. به من اطلاع داده شد که به تازگی بیانیه هم از سوی تشکل های داخل کشور همین امروز 14 آبان ماه در همین راستا منتشر شده که حتما در طول این ویژه برنامه سعی میکنیم به اون هم بپردازیم. اما سراغ سخنران بعدی خواهیم رفت که پیمان شجیراتی هستند، فعال کارگری، کارگر سابق گروه ملی فولاد اهواز. بفرمایید. خب سلام میکنم خدمت دست‌اندرکاران این برنامه و همینطور شرکت کنندگان محترم. خب از اونجایی که وقت محدوده، بنابراین صحبتم رو بدون مقدمه از اعتراضات بی وقفه و بی امان بازنشستگان شروع میکنم که از روز دوم آغاز سال 1402 بازنشستگان کارگری شوشا هفت‌تپه پرچم اعتراض علیه مصوبه بی‌شرمانه مزدی شورای عالی کار رو بلند کردن و تا به امروز که بیش از 7 ماه از در واقع سال میگذره همچنان کف خیابان حضور دارن و این ایستادگی بازنشستگان در شوش برخواسته ها و مطالباتشون بود که موفق شدن تا حضور خودشون رو در خیابان به حکومت تحمیل بکنن
و در حقیقت راه رو برای ورود باقی گروه‌های بازنشسته و در واقع کارگران معترض در شهرها و استان‌های مختلف به میدان اعتراض هموار کردن. در واقع امروز بازنشستگان در بحث معیشت و تنگناهای اقتصادی غیرقابل تحملی که حکومت بر جامعه تعمیل کرده، در مبارزه و اعتراض کل جامعه و همه مردم رو دارن نمایندگی میکنن. ما با طیف وسیعی از بازنشستگان معترض روبرو هستیم که تا به الان هر کدوم به شکل پراکنده و جدای از هم در حال اعتراض بودن، اما اتفاقی که افتاد این بود که بازنشستگان کارگری در اهواز به درست خلأ وجود یک همصدایی و همبستگی در اعتراضات جنبش بازنشستگان و همینطور کارگران شاغل رو تشخیص دادن و هوشمندانه شعار تأمین اجتماعی، کشوری، لشکری، اتحاد و اتحاد رو سر دادن که خب سبب شد در حقیقت یک همبستگی عملی رو در یکی دو هفته گذشته از دو بخش بزرگ بازنشستگان در برگزاری تجمع اعتراضی مشترک شاهد باشیم که این اقدام میتونه یک نقطه عطف در اعتراضات بازنشسته ها باشه و تبدیل بشه به یک الگوی قابل تسری و قابل اجرا در همه شهرها. اما بخش دیگه ای که خصوصا از نیمه دوم سال به این طرف اعتراضات در اون بالا گرفته، خب بخش صنعت نفته که بسیار پر اهمیت از این جنبه که این صنعت اولا شاهرگ حیاتی و اصلی تأمین مالی برای حکومت به شمار میاد، دوم این که نسبت به همه بخش های دیگه صنعتی در ایران به لحاظ جایگاه ویژه و موقعیتی که عرض کردم صنعت نفت در موضوع درآمد و تأمین مالی برای حکومت داره، در شدیدترین شکل موجود و با پروتکل‌های بسیار پیچیده و چند لایه امنیتی صنعت نفت و کارکنان و در واقع شاغلین در این صنعت رصد و کنترل میشن و همونطور که خانم دانشور هم اشاره کردن، این ناشی از تجربه ای است که حکومت از پیشینه مبارزاتی و نقش کارگران نفت در سرنگونی حکومت پیشین داره و برای اینکه از انسجام و همبستگی کارگران در نفت جلوگیری بکنه، سیاست تکیه تکیه کردن و جداسازی نیروهای کار رو بر اساس نوع قراردادهای شغلی رو به اجرا گذاشت. خب به شکلی که الان در صنعت نفت ما شاهد این هستیم که انواع استخدام‌ها وجود داره که طبیعتاً هر کدوم از این بخش‌ها با جدا شدن از بخش دیگه منافع اقتصادیش هم از همدیگه جدا شده، مجزاست و متفاوت از هم. اتفاقی که افتاده اینه که الان خوشبختانه عملا این دیوارکشی ها و این فضای امنیتی و خفقان ایجاد شده در نفت تا حدود زیادی شکسته شده. این روزا ما شاهد تجمعات متعدد و متکثر بخش رسمی های نفت هستیم. گروه های از کارگران قراردادی و ارکان ثالث، نیروهای تازه استخدامی یا به تعبیر خودشون جدید الاستخدامی ها، حداقل بگیرها در مناطق عملیاتی، قرارداد موقتی ها، پیمانی ها، پروژه ها و همه بخش های نفت به هر حال خواسته ها و اعتراضاتی دارن. اخیرا هم بخشنامه تغییر اساسنامه صندوق نفت و تبدیل اون به حیات خلوت دولت و در واقع گرفتن صندوق نفت از دست بازنشستگان و بردن اون در واقع زیر وزارت رفاه مطرحه که همین موضوع هم موج جدید و تازه از اعتراض رو در بخش رسمی های نفت به راه انداخته. بخشنامه‌ای که کارکنان رسمی به درستی اسم اون رو چپاول نامه گذاشتن و میگن این تغییرات فقط برای قارت صندوق هست و گفتن که اجازه این کار رو به دولت نخواهیم داد. صحبتم رو کوتاه میکنم. این اعتراضات در وهله اول به حمایت و پشتیبانی وسیعی از طرف گروه‌ها و تشکل‌های کارگری و عموم مردم نیاز داره. جامعه باید از در واقع اعتراضات نفت حمایت بکنه، وسیعا حمایت بکنه. موضوع بعدی ایجاد فضای اتحاد و همبستگی بخش‌های مختلف در نفت هست، بخش‌های مختلفی که امروز در اعتراض هستن. امروز همونطوری که گفتم به واسطه تشدید و گسترش اعتراضات در بخش‌های مختلف نفت، اون دیوار امنیتی ترک برداشته و الان زمان مناسبی است که با الگو گرفتن از بازنشستگان، گروه‌های مزدی و استخدامی متعدد در نفت، گام‌های اساسی و عملی برای همگامی متحدانه در اعتراضات خودشون بردارن. من سخنم رو به پایان میبرم و تشکر میکنم بابت دعوت به این کنفرانس. بله، درود بر شما پیمان شجیراتی گرامی. اما با وجود اینکه فوکوس اصلی این ویژه برنامه حمایت از کارگران نفت هست، در این روزها
نمیشه در این روزها و ماه ها نمیشه از اعتراضات در سطح جامعه گفت و بازنشستگان رو مد نظر قرار نداد. اتفاقا در همین رابطه گزارش تصویری رو هم داریم که نشون میده در هفته های گذشته و در روزهای اخیر، از جمله همین امروز که این برنامه داره ضبط میشه، چجور بازنشستگان و کارگران نفت در اعتراض و اعتصاب هستند. روز دوشنبه 3 مهر کارگران شرکت فرودگاه گاز خلیج فارس برای مطالبات خود و استخدام برای کار در شرکت را بستند. پتروشیمی آبادان اعتصاب سرتاسری به خاطر حقوق، بیمه، مزایا، هیچی، یه همه کارگرای قراردادی، کارگرای اوورهول تکیان الان 5-6 ماه حقوق ندادن با اما مرور مختصری به تحولات چند سال گذشته در ایران برای هیچ کس این تردید رو باقی نمیذاره که معلمان و جنبش معلمان یکی از تعیین کننده ترین جنبش ها در ایران بودند. جنبشی که همواره در کنار سایر بخش های جامعه از جمله کارگران و به طور مشخص کارگران نفت هم بوده. معلمان در این روزها تحت فشارهای سرکوب بسیاری هستند و احکام خیلی سنگینی برای اونا در شهرهای مختلف صادر شده. سخنران بعدی ما یکی از افراد همین جنبش هست، فرهاد میرزایی. صحبتهای شما رو میشنویم، بفرمایید. من صدای شما رو ندارم، فرهاد میرزایی گرامی. درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان گرامی و بینندگان ارجمند. خب بنده فرهاد میرزایی، فعال صنفی فرهنگیان ایران هستم. قبل از هر چیز حمایت قاطعانه خودم رو از اعتراضات کارگران صنعت نفت که هم طبقه‌ای ما هستند و از بخش مزبگیر جامعه هستند اعلام کنم. خب کارگران نفت هم مثل همه کارگران، مثل همه مردم ایران، مثل سایر اقشار مزبگیر و حقوق بگیر، مثل معلمان و بازنشستگان، نسبت به وضعیت معیشتی که دارن، نسبت به تورم و روز افزون، نسبت به پایین اومدن سطح رفاه و زندگیشون و
حقوق‌های بسیار قطع چکانی که سالانه افزایش پیدا میکنه و تورم بسیار وحشتناکی که همیشه دارن، مطالبات و اعتراضاتی در خصوص معیشت و مزیت خودشون دارن. بخش بزرگی از این اعتراضات به خاطر قرارداد کار به اصطلاح موقت است، موضوع بیمه تامین اجتماعی، موضوع امنیت شغلی، موضوع حقوق‌های بسیار پایینی که میگیرن و عدم امنیت شغلی که متأسفانه متوجه کارگران، خصوصا کارگران بخش سنت نفت هم شده. اخراج از کار حتی ما شاهد بودیم و پایین بودن سطح دستمزد تنها گوشی از مشکلاتی است که کارگران و جمله کارگران بخش سنت نفت باش مواجه بودن. این مشکلات متأسفانه فقط مختص کارگران و کارگران سنت نفت نبوده. امروز جمعیت میلیونی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و فرهنگیان بازنشسته حتی پرستاران با این مشکلات عدیده ای که ناشی از ناتوانی و شاید هم بگم عدم ارادی حکومت برای بهبود معیشت فرهنگیان هستش باش مواجه هستند. اتحاد میان کارگر، معلم، شاغل، بازنشسته، پرستار امروز بیش از هر زمان دیگری هم لازمه و هم شاهد هستیم، چرا که متاسفانه علی‌رغم اعتراضات بسیار زیادی که بوده گویا حکومت گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات به حق قشر طبقه حقوق بگیر و مزدگیر جامعه رو نداره. خب متاسفانه حکومت برای عقب راندن اعتراضات به قولی از سیاست مشتاهنین، سیاست سرکوب، ارعاب، احضار، تشکیل پرونده در هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، حتی دستگیری شبانه و دست جمعی یک کارگر یا یک معلم و احضار و حتی زندان و صدور حکمای سنگین زندان و اخیراً هم شاهد بودیم که حکم شلاق برای اعضای کانون صنفی فرنگیان بوشهر از جمله محمود ملاکی رو دادیم. خب سیاست مشتاقانین و به اصطلاح اروبه به نسی که حکومت برای عقب راندن اعتراضات کارگران و معلمان به کار برده تا حالا محکوم به شکست بوده. قطعا کارگران، معلمان، شاغلان و بازنشسته تا رسیدن به حقوق حقی خودشون از هیچ سیاست و از هیچ تهدیدی و ارعابی عقب نشینی نخواهند کرد و نخواهیم کرد. حکمای ظالمانی زندانی که برای فرهنگیان و کارگران ساده شده آیا باعث آرام شدن اعتراضات شد؟ آیا باعث تحقق مطالبات فرهنگیان خواهد شد؟ نمیدونم چرا حکومت جمهوری اسلامی از تاریخ و از تجربه و از گذشته درس عبرتی نمیگیره که هیچ حکومتی و هیچ دیکتاتوری نتونسته و نمیتونه با توسل به زور تفنگ و فشنگ و ارعاب و اعدام بتونه مثلا موفق بشه که اعتراضات رو سرکوب کنه یا باعث بقای خودش بشه. ما شاهدیم که برای اعضای کانونهای صنفی معلمان بوشهر، حتی فارس، آقای غلامرضا کندازی، آقای ایرج رهنما که برای گرفتن مجوز هیئت انتخابات هیئت تشکل صنفی فرنگیان به استانداری رفته بودن، همجا آقای ایرج رهنما و غلامرضا کندازی رو دستگیر کردن. آقای مسعود زینالزاده رو چند روز پیش در تهران دستگیر کردن. در تهران همین امروز آقای محمد حبیبی علارغم که بارها به زندان رفته امروز مجدداً پرونده جدیدی برای ایشون در دادگاه انقلاب تهران تشکیل دادن. بسیاری از کنشگران صنفی معلمان در سراسر کشور، شاید میشه گفت که اکثریت اعضای کانونهای صنفی فرنگیان، از گزند حکمای ظالمانه، احضار، اخراج، بازنشستگی پیش از موعد و تشکیل پرونده توسط نهادهای امنیتی و قضایی امنیت نبودن و هنوز که اونجا تحت فشار قرار گرفتن. ما داریم معلمانی مثل رسول بداغی، جعفر ابراهیمی، اسخر امیرزادگان، انوش عادلی و بسیار فرنگیان که هاشم خواستگار که سالهاست فقط به خاطر دفاع از حقوق حتی قانونی خودشون در زندان هستن. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات کارگران، معلمان، شاغلان و بازنشسته‌ها به قولی شمشیر رو از رو بسته، اما من همینجا به عنوان یک فرنگی به شما قول میدم که این سیاست سرکوب و ارعاب همچنان که در دهها و دوره‌های تاریخی گذشته
محکوم به شکست بوده، این بار نیز محکوم به شکست خواهد بود. بله. لذا باید با یک کارزار سراسری علیه زندان و پرونده سازی هایی که برای کارگران و معلمان از سوی حکومت ایجاد شده، بتونیم بار دیگر همچون گذشته سربلند در برابر این همه موج تهدید و ارعابی که حکومت به کار برده بیرون بیاییم. هستم خدمت. سپاس از شما فرهاد میرزایی گرامی. امید که بشه با اعتراضات گسترده همه معلمان و کارگران زندانی و زندانیان سیاسی رو از چنگال جمهوری اسلامی در آورد. و ما سخنران بعدی ما در این بخش از ویژه برنامه جمشید پورانپیر هستند، از اعضای سندیکای کارگران خدمات عمومی در ژنو. اما قبل از اینکه بهشون مراجعه کنم که صحبت کنن در رابطه با این کارزار، میخواستم به اطلاع شما بینندگان برسونم که در پاسخ به کارزار اعلام شده در حمایت از اعتراضات کارگران نفت در ایران و در پی تماس جمشید پورانپیر که از سخنرانان این برنامه هم هست، دبیر کل اتحادیه سندیکای سوئیس به نام پیر ایو مایارد و همینطور لیزا مازون نماینده مجلس سنای این کشور، از حزب سبزها همبستگی خودش رو با کارگران نفت و خواسته ها و مبارزاتشون اعلام کردن. همینطور باید بگم که کمپین برای آزادی کارگران زندانی هم در بیانیه اعلام کارزار حمایت از کارگران نفت با اشاره به خواستهای بر حق کارگران نفت و اهمیت و جایگاه مبارزات اونها در متن شرایط پرتلاطم و انقلابی جامعه و کل جنبش کارگری از همه بخش‌های جامعه در ایران و همچنین اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان خواستار حمایت از مبارزات کارگران نفت شده. اتحادیه سندیکاهای سوئیس هم قبلاً کارزار فریدم ناو برای اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار رو امضا کرده و از اون حمایت کرده بود. این اتحادیه 360 هزار عضو داره. از جمشید پورانپیر دعوت میکنم که صحبتهای خودشون رو شروع کنن در این قسمت و اگر توضیح تکمیلی هم در رابطه با این نکته ای که من گفتم در رابطه با حمایت ها دارند، حتما به اطلاع بینندگان ما برسونند. بفرمایید. متشکرم از شما. با سلام به همه دوستان. مسئله بسیار مهمی که برای همه ما در پیش رومون هست اینه که چاره طبقه کارگر اتحاد، چه اتحاد بین خود کارگران، چه بین سایر صنف‌های داخل کشور و همینطور اتحاد بین‌المللی. همبستگی بین‌المللی برای مبارزات مردم ایران همیشه مهم بوده و در این جهت بود که ما یک سری فعالیت‌ها را در کشور سوئیس انجام دادیم و بزرگترین اتحادیه کارگری سوئیس که به نام سندیکاهای متحده هستش که ریاست ایشون مدیر کلش آقای پیر ایو مایارد هست، از این تمام فعالیت‌های برای آزادی کارگران زندانی حمایت کردند و همینطور از مبارزه قهرمانانه جنبش زن زندگی آزادی. این مسائل بسیار مهم هستش که ما می‌بینیم که سرمایه‌دارا کاملا با هم متحد هستند. رژیم جمهوری اسلامی، سرمایه‌داران جمهوری اسلامی همیشه جلوشون فرش قرمز دراز میشه، وارد سوئیس میشن، میتونن در حتی در داووس، در اجلاس داووس شرکت میکنن، ولی کن برای طبقه کارگر جای کافی وجودی نداشته و در این جهت هستش که ما سعی کردیم فعالیت‌های احزاب سیاسی سوئیس، همینطور که دوست عزیزمون اشاره کردن، خانم لیزا ماتزون از حزب سبزها از این کارزار فعالیت‌های ما حمایت کردند و باید این مبارزات وسیع‌تر بشه. همینطور شما اشاره کردید به درخواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان بین‌المللی کار. می‌دونید که از نظر حقوقی این جور مسائل پیچیده هستند. در واقع در اصول اساسی سازمان بین‌المللی کار شما سه جنبش مختلف دارید. یکی دولت‌ها هستند، یکی کارفرماها هستند و یکی کارگران. و این سه تا
باید کاملا از همدیگه مستقل باشن. یعنی استقلال سندیکای کارگری، استقلال اتحادیه‌های کارگری یکی از اصول بنیادین سازمان جهانی کار است، در حالی که در جمهوری اسلامی این استقلال به هیچ وجه شناخته شده نیست. در واقع اون کارگرانی که به اصطلاح کارگرانی که از صنف‌های مختلف جمهوری اسلامی میاره در شهر ژنو، اینا توسط اطلاعات رژیم انتخاب شدن و همشون در واقع هر سه تا، چه دولت، نماینده دولت باشه، چه نماینده کارفرما باشه، چه نماینده کارگری باشه، هر سه از یک حرفو میزنن. یعنی در واقع در یک صلح طبقاتی هستن، در حالی که ما باید در مبارزه طبقاتی باشیم و خواسته های طبقه کارگر نمیتونه با خواسته های طبقه سرمایه‌دار یکی باشه. به همین دلیل ما فکر میکنیم که سالهای سال هست که این فعالیت ها انجام شده و خواهان اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اصول بنیادین سازمان بین‌المللی کار را اینا زیر پا گذاشتن هستیم. ولی که متاسفانه خب میدونید فعالیت های شدید دیپلماتیک جمهوری اسلامی فعلا این اجازه رو نمیده و حکومت ها با اینکه در واقع یک حمایت ضمنی با این خواسته ها دارن، ولی کن آسینشون رو بالا نمیزنن که به یک مسائل جدی تری برسیم. به همین خاطر من فکر می‌کنم که لازم هست که ما هموطنان خارج از کشور که خب میتونیم همبستگی بین‌المللی رو وسیع‌تر بکنیم، که باید همگیمون شرکت بکنیم با همبستگی با مبارزات مردم ایران، به خصوص طبقه کارگر، پرولتاریای شرکت نفت و کسانی که واقعا شریان اقتصادی بسیار مهمی در دستشون هست، باید از این به شدت استفاده بکنن و بتونیم با همبستگی با معلمان، با بازنشستگان، با زنان، با جنبش های مردمی که در سراسر کشور، در کردستان، در بلوچستان هستش، با همه همبستگی داشته باشیم تا اینکه بتونیم واقعا از این رژیم، از دستش رها پیدا کنیم، رژیم ضد کارگری، ضد رژیم سرمایه‌داری که همیشه اموال کشورها به پای منافع خودش و در واقع یک کاست حاکم خودش اینا به پای اونا ریختن. متشکرم از شما، در خدمت هستم. سپاس از شما جمشید پورانپیر گرامی. اما برنامه رو ادامه میدیم با یک پیام. همونطور که در بخش ابتدایی برنامه اشاره کردم، پیام های اختصاصی هم از سوی کارگران نفت از داخل کشور برای این ویژه برنامه ارسال شده که من سعی میکنم یک به یک به اونا بپردازم. پیام اولی که میخوام اینجا قرائت کنم مربوط میشه به منصور که از کارگران ارکان سالس هستن. ایشون نوشتن: من یک کارگر ارکان سالس نفت از میان شعله گازهای سمی و هوای آلوده یکی از حوزه های نفتی در ایران به شما سلام می کنم و درود می فرستم. من از جایی با شما سخن می گویم که با ارزشترین کالای سرمایه یعنی نفت، این حق توده مردم در حال تولید و بهره برداری است و امروز کارگران نفتی که همواره مورد ظلم و ستم و استثمار غارتگران زمان خود بوده و سابقه بیش از دو قرن کشمکش و مبارزه با اشکال مختلف بوروکراسی و استبداد سرمایه‌داری در نفت را با خود دارد، چه در رژیم سرمایه‌داری ستمشاهی و چه در طول 44 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، اینک در این مقطع زمانی که جامعه در انواع و اشکال مطالباتی خواسته اش رهایی از این شرایط است، به میدان آمده و خواستهای انباشته شده خود را طلب می کند. این اعتراضات بدون شک نیرو بخش اعتراضات کارگری در سطح سراسری و کل جامعه است. حاکمیت هم از قدرت و توان آن آگاه است و دهه هاست می کوشد با انواع و اشکال مختلف، با امنیتی نمودن و ایجاد فضای پادگانی و ایجاد تفرقه و هرج و مرج، با تحمیل قوانین و ابزار سرکوب و واگذاری سرمایه به شرکت‌های پیمانکاری فاسد و مافیایی همچون قرارگاه خاتم، مانع از سازماندهی اعتراضات کارگران و اعتراضات متحدانه کارگران این حوزه شود. امروز نیز در عقب زدن این اعتراضات از هیچ تلاشی فروگذار
نخواهد بود. به همین دلیل امروز ما کارگران نفت بیش از هر وقت دیگری به حمایت و همبستگی مردمی و جهانی نیاز داریم. در مقابله با همه اشکال سرکوب و استثمار، طبقه کارگر، احزاب و تشکل‌ها، همه افراد و شخصیت‌ها و همه دادخواهان و معترضان و توده مردم با انسجام و اتحاد در حمایت از کارگران نفت باید دست به کار شوند و با حمایت همه جانبه، با ایجاد کمپین ها به کارزار حمایت از کارگران نفت بپیوندند. صدای کارگران نفت می بایست از پس دیوارهای آهنین و امنیتی رژیم آپارتاید جمهوری اسلامی به سر تا سر جهان رسانده شود. با تقدیم احترام، منصور، کارگر ارکان ثالث از ایران. اما نکته دیگه که جا داره در اینجا راجبش صحبت بکنیم در رابطه با کارگران و فعالین معلمی هست که همکنون که این برنامه رو تهیه میکنیم در زندان هستن، همونطور که فرهاد میرزایی گرامی هم اشاره کردن به اون. به علاوه شمار زیادی از معلمان و فعالین کارگری احکام زندان دارن. تصویری رو تا لحظات دیگه خواهید دید از تعدادی از این معلمان و کارگران زندانی. یک کارزار مهم کمپین برای آزادی کارگران زندانی، آزادی معلمان زندانی، کارگران زندانی و همینطور دستگیر شدگان انقلاب و همه زندانیان سیاسی و همینطور بسته شدن پرونده های امنیتی تشکیل شده برای این فعالین بوده. تصویری که ملاحظه می کنید مربوط به بخشی از این کارزار هست. تصویری رو میبینید از کارگران زندانی و معلمان زندانی که قدرتمندانه در تمام این سالها در برابر جمهوری اسلامی ایستادن و جمهوری اسلامی هم برای مقابله با اونا راهی جز اعمال سرکوب بیشتر و زندان و شکنجه تا الان نداشته. برنامه رو ادامه میدیم با سخنران بعدی که عباس ماندگار هستن از کمپین برای آزادی کارگران زندانی. صحبت های شما رو در این زمینه میشنویم. متشکرم. من درود می‌فرستم به همگی شما و عزیزانی که این برنامه رو دنبال می‌کنن. من عباس ماندگار از فعالین کارگری در کانادا هستم. در سالهای طولانی که مجبور به ترک ایران شدم و در کانادا زندگی می‌کنم، همواره در ظرفیت‌های مختلفی در اتحادیه کارگری کانادا انجام وظیفه کردم. عضو شورای کارگران شهر ونکوور و ویکتوریا، همینطور دبیر کمیته حقوق بشر و همبستگی بین‌المللی بودم و تمام تلاشم کردم که همراه با عزیزان دیگه به اصطلاح صدای مبارزات کارگرا در ایران، تلاش کارگرا برای آزادی، برای احقاق حقوقشون باشم و کاری کنیم همراه هم که جنبش کارگری در ایران کاملا برای جنبش کارگری در کانادا شناخته شده باشه. خیلی از شماها رو، چهره های شما رو و دیگرانی که الان در زندان هستن در کانادا میشناسن. همین دیشب، شب گذشته، در جایی که قرار بود یه تئاتری برگزار شد، ما میز اطلاعاتی فریدم نا رو داشتیم و چهره های کارگران زندانی، معلمان زندانی و عزیزانی که برای احقاق حقوق خودشون و همکارانشون به میدون اومدن و الان اسیر جمهوری اسلامی هستن اونجا بود. با مردم صحبت کردیم که چقدر اهمیت داره که ما پژواک صدای این جنبش به پاخواسته در ایران باشیم، بازنشستگان و بچه‌های مختلف کارگری، به ویژه الان که کارگرای نفت به میدون اومدن برای احقاق حقوقشون. ما حتما تمام تلاشمون رو به کار میگیریم که نذاریم صدای اینا نشنیده بمونه و تلاشمون رو بکنیم که این همتشون به سرانجام برسه، به حقشون برسن. به هر حال
این اتحاد بین بخش های مختلف کارگری، چه بازنشسته، چه شاغل، چه قراردادی، چه رسمی، بسیار بسیار مهمه. و ما به هر حال به سهم خودمون تلاش میکنیم تو تمام نشست های بزرگ اتحادیه کارگری، مثل کنگره های کار، به اصطلاح نشست هایی که سالانه در سطح فدراسیون های کارگری در کانادا برگزار میشه، ما حضور داشته باشیم. فعالین فریدمنا الان خب مسعود ارژنگ اینجا نیست، ولی فهیمه صادقی اینجا هستش و این عزیزان همیشه توی این مجامع سخنرانی میکنن، فیلم هایی از مبارزات کارگران در ایران به نمایش گذاشته میشه. نمایندگان اتحادیه کارگری که شرکت دارن در این نشست ها بلند میشن و برای همبستگی با مردم ایران و کارگران ایران ابراز همبستگی میکنن، دچار به اصطلاح شوق میشن از اینکه کارگران در ایران این همه تلاش میکنن، معلمین و بخش های مختلف کارگران برای حقوق خودشون، به اصطلاح سختی زندان و حتی خب ما اعدام داشتیم از کارگران رو به جان میخرن برای اینکه از حق خودشون دفاع بکنن و برای آزادی، برای رهایی، برای برپایی یه جامعه واقعا انسانی و عادلانه تلاش بکنن. ما به هر حال همیشه این کار رو انجام دادیم، از این به بعد هم انجام خواهیم داد. نهایتا این روز روشنه که اتحاد معلمان، پرستاران، کارگران نفت، آب، برق، شهرداری ها، خدمات اجتماعی، صنایع به اصطلاح اتومبیل سازی و بخش های مختلف کارگرا هستش که قدرت اینو داره که بتونه به این نکبت اسلامی در ایران پایان بده، بتونه یه جامعه رو که به اصطلاح آزاد باشه، کسی رو به خاطر داشتن عقاید متفاوت با حاکمیت به بند نکشن. امروز که جنبش زنان این همه به جلو اومده، جنبش جوانان این همه در خیابونا حضور داره، این انقلاب زن زندگی آزادی جاری هستش، خیلی مهمه که این بخشای مختلف به هر حال به هم بپیوندن و با اتحاد و همبستگی به این وضعیت واقعا غیر انسانی که دون شأن بشر قرن 21 هستش پایان بدن. قدرت ما در اتحاد ماست، در همبستگی ماست و این اعتراضات باید به هم بپیونده. طبقه کارگر این قدرت و این وزن رو داره که واقعا جامعه رو رها کنه، نه فقط خودش رو، جامعه رو رها کنه. و من میخوام اینجا اعلام کنم که طبقه کارگر در ایران تنها نیست، جنبش رهایی در ایران تنها نیست، پژواکش بسیار روشن در کانادا شنیده میشه و رهبران کارگری، فعالین سیاسی و دولت کانادا، نمایندگان به اصطلاح دولت از احزاب مختلف در جریان فعالیت‌های جنبش کارگری در ایران هستند، بخش‌های مختلفش، به ویژه خوب الان بازنشستگان، پرستاران، دادخواهان، کسانی که عزیزانشون از دست دادن، ما صدای اینا هستیم در اینجا و امیدوارم که این تلاش ها به ثمر بشینه و به ما به اصطلاح اون پرنده آزادی رو شاهد پروازش باشیم و از شر این جانورهای اسلامی در ایران رها بشیم. متشکرم. با تشکر از شما عباس ماندگار، صحبتاتون رو شنیدیم. اما سخنران بعدی این ویژه برنامه واله زمانی، فعال کارگری، عضو سندیکای نقاشان البرز و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هستند. میکروفون در اختیار شما است، بفرمایید واله زمان. سلام عرض میکنم خدمت میهمانان گرامی و دست‌اندرکاران این برنامه. من به عنوان یک فعال کارگری و عضو شورای سازماندهی کارگران نفت و در واقع کسی که به مدت نزدیک به 10 سال تو مناطق ویژه اقتصادی تو اصلویه تو مراکز مختلف تو پتروشیمیا کار کردم،
و در واقع از نزدیک شاهد چپاول و غارت و استثمار کارگرها توسط پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی بودم. الان هم خب داریم می‌بینیم که چطور دولت در واقع با دست بردن تو قوانین کاری که مصوب توی شرکت نفت و دست‌درازی تو صندوق بازنشستگی کارکنان رسمی نفت در واقع چطور جیب‌هاش رو داره پر می‌کنه برای سرکوب مردم و خالی‌تر کردن سفره کارکنان رسمی نفت. همونطور که میدونید جمهوری اسلامی در واقع از همون ابتدا با تکه تکه کردن، بخش بخش کردن و جداسازی حیف‌های مختلف موزبگیران تو صنعت نفت همواره خواسته اتحاد بین صفوف کارگران رو در واقع از هم بشکنه و این اتحاد رو دوست نداره شکل بگیره و از طرفی هم با اون فضای امنیتی به شدت وحشتناکی که تو اون صنعت نفت ایجاد کرده همواره خواسته هر اعتراض و اعتصابی رو تو نطفه خفه کنه. اما با پیشروی جنبش کارگری و فضای در واقع عمومی مبارزات جاری که تو جامعه همواره وجود داره، در واقع این کارگران از این مراحل عبور کردن و به قول اون صدی که جمهوری اسلامی به خیال خودش برای خودش درست کرده بود رو در هم شکستن و در حال پیشروی هستن. ما شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران پروژه نفت در همین چند سال اخیر بودیم که کارگران پروژه چگونه تونستن این تشکل مستقل خودشون رو به اسم همون شورای سازماندهی کارگران نفت رو درست کردن و همینطور شاهد همون شورای سازماندهی کارگران ارکان سالس که الان هم یکی از اون اعضاشون میگید براتون مطرح کردید که نامه خیلی خوبی هم نوشته بودن. اینها در واقع نشون دهنده اینه که کارگران از این مسائل عبور کردن. در واقع به نظر من اون اهمیت و اون نقش کلیدی که کارگران نفت تو این مقطع تاریخی و به عنوان اون تولیدی و اون اقتصاد کشور که اون نقش کلیدی رو دارن، به نظر من با توجه به اون نقششون میتونن و اون نوع جنس مطالبهشون و یکی بودن جنس مطالبهشون با بخشای دیگه طبقه کارگر اگر یک کاسه بشه و گره بخوره در واقع به اون مبارزه و جنبش زن زندگی آزادی، من فکر میکنم سرنوشت اکثریت مردم تغییر خیلی بزرگی رو ما میتونیم شاهد باشیم. مرسی که این وقت رو به من دادید. سپاس از شما والی زمانی گرامی. اما در اینجا میخوام پیام دیگه رو برای شما بینندگان قرائت کنم، پیام یکی دیگر از کارگران نفت. در پیام ایشون که صورت اختصاصی برای این ویژه برنامه ارسال کردن گفته شده: کیان کارگر نفت هستم. حقیقتا ما کارگران نفت به حمایت مردمی و جهانی نیاز داریم. در این چند دهه رس ما را کشیدن. کار پیمانی، قراردادهای مختلف مندرآوردی و بهره‌کشی مطلق و ما هم که مثلا رسمی هستیم با وجود گرانی‌های روزافزون هر روز قلمی از دریافتی‌هایمان کسر می‌شود بدون اینکه افزایش حقوقی در کار باشد. اعتراض ما به گرانی‌ها و دزدی‌ها و این همه زورگویی است. نفت را به پادگان تبدیل کردند. چماق اخراج همیشه روی سر کارگران است و فشارش روی گرده ما مثلا رسمی ها هم سنگینی می کنند. ما با مردم همصدا هستیم. آرمیتا که کشته شد، دختر ما و عضو عزیز خانواده همه ما کارگران و ما مردم بود و در گذشتش قلبمان را به لرزه در آورد و بر خشممان آتش زد.
شک نداریم الان که صدای ما کارگران نفت بلند شده، اتاق فکرشان مشغول برنامه ریزی برای شکاف در صف اعتراضات ما و چیدن سناریوی سرکوب است تا دوباره عقبمان بزنند. امید ما به حمایت مردم و به حمایت شما و اتحاد مبارزاتی همه همکاران است. ما پیروزیم. اما بعد از این پیام دلگرم کننده از کیان کارگر نفت از ایران، گزارش تصویری رو خواهیم دید که نشون میده اعتراضات اخیر کارگران نفت در بخش‌های مختلف در ایران. اما ویژه برنامه در حمایت از اعتراضات کارگران نفت در ایران رو ادامه میدیم با سخنران بعدی. سخنران بعدی ما تهمینه صادقی، عضو فریدم ناو و همینطور عضو بخشی از کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کیوپی و کیوپی کانادا هست. بفرمایید تهمینه صادقی، صحبت های شما رو هم میشنویم. با سلام به حضار و با سلام به کارگران معترض در صنعت نفت و پتروشیمی آقاجاری، خارک، کارون، مارون، نفت و گاز غرب، بوشهر و دیگر نقاطی که شما عزیزان دست به اعتراض و اعتصاب میزنید. و با تشکر از برگزار کنندگان این برنامه، من دوست دارم قبل از هر چیزی بگم که انقلاب زن زندگی آزادی چشم دنیا رو به سمت ایران، به سمت مردم ما، به سمت جنبش کارگری ایران بسیار بازتر کرد، به طوری که کار ما بسیار راحت تر شد امروز. امروز وقتی که از جنبش کارگری ایران صحبت میکنیم، از جنبش معلمان، بازنشستگان، پرستاران و غیره صحبت میکنیم، یک پیش زمینه، پیش آگاهی رو این انقلاب تونست در اذهان عمومی جنبش کارگری در دیگر نقاط جهان بگذره. من به عنوان عضوی از کمیته همبستگی بین المللی میتونم با افتخار امروز بگم که کمیته ما از خواسته های شما کارگران نفت و پتروشیمی حمایت میکنه، از مطالبات شما حمایت میکنه و اتحادیه ما با بیش از 100,000 عضو در استان بریتیش کلمبیا و بیش از 740,000 عضو در کل کانادا همیشه پشتیبان شما کارگران، معلمان و بازنشستگان بوده. پرزیدنت به اصطلاح دبیر اتحادیه ما خانم کارن رانلادا، ایشون بارها
قطعنامه هایی در حمایت از کارگران ایران دادند و در تظاهرات هایی که در سال گذشته در حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی داشتیم ایشون حضور پیدا کردند و حمایت خودشون رو از انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین از جنبش کارگری ایران اعلام کردند. ایشون بارها بارها در کانونشن ها، کنفرانس ها و جلسات اعلام کردن که حمایت خودشون رو اعلام کردن و در واقع پشتیبان جنبش کارگری ایران بودن، نه فقط اتحادیه کارکنان دولتی، بلکه ما اتحادیه BCGEU رو داریم که من عضو اون اتحادیه هستم، اتحادیه معلمان و حتی امسال CLC Canadian Labour Congress قطعنامه ای رو که اتحادیه ما داده بود رو به اصطلاح تایید کردن، تصویب کردن در حمایت از جنبش کارگری و کارگرانی که در زندان هستن. باید در آخر هم بگم که شما کارگرای نفت و پتروشیمی نقش مهمی رو تو انقلاباتی که در ایران رخ داده بازی کردید. شعار کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما در سال 57 یکی از این نمونه هاست که من خاطره بسیار خوبی از اون شعار دارم و این بارم گویا جامعه ایران منتظر ایفای نقش تاریخی شما برای به ثمر رسوندن این انقلاب زن زندگی آزادی است. شما بدونین که تنها نیستین، ما باید فشار بین المللی در روی جمهوری اسلامی بیاریم که تا جمهوری اسلامی مانند آفریقای جنوبی ایزوله بشه، بیرون بشه، بایکوت بشه، از نهادهای بین المللی فشار روش بیاد و ما باید بتونیم که حمایت بین المللی رو هرچه گسترده تر به دست بیاریم. ما این تلاش رو در کانادا داریم میکنیم. هر فرصتی، هر مجمعی، هر جلسه، هر کنفرانسی بوده در اونجا حضور پیدا کردیم و صدای شما کارگران، صدای شما مردم ایران بودیم و من اینجا دوست دارم از شما دعوت بکنم که برای اتحادیه‌های کارگری در خارج از ایران نامه بدید، تماس بگیرید، ایمیل بفرستید، در جریان اعتراضات و اعتصاباتتون قرار بدید، بگذارید که اونها صدای شما رو بشنون. حتی یک ایمیل میتونه تغییر بسیار بزرگی رو به وجود بیاره، میتونه آگاهی بسیار زیادی رو در اون اتحادیه ایجاد بکنه تا در حمایت از شما نامه بدن، قطعنامه بدن. این بارها بارها انجام شده و اگر این به طور مستقیم از داخل ایران هم انجام بشه خیلی مهمه. بخش‌های دیگه جنبش کارگری همونجور که دوستان گفتن باید از اعتصابات و اعتراضات شما حمایت بکنن. تنها ابزار ما اتحاد ماست، اتحاد در داخل جنبش کارگری ایران و اتحاد بین المللی که در خارج از ایرانه. تنها ابزار و تنها اسلحه ما این اتحادیه که میتونیم به وجود بیاریم. با تشکر از فرصت که آمدید. ممنون از شما تأمینه صادقی گرامی. اما اطلاع دادن به من که پیام دیگه هم از ایران، از یکی دیگر از کارگران نفت به اسم یاشار به دست ما رسیده، اختصاصا برای این برنامه ارسال شده. من سعی میکنم اون رو براتون خیلی کوتاه قرائت بکنم. این پیام میخونیم: با درودهای بسیار به همطبقه هایم، ما کارگران در هر بخشی که مشغول به کاریم به نوعی حق بزرگی از ما ضایع شده است. خواستهای شما به نوعی خواسته همه کارگران ایران است. این خواستهای یک روز در نساجی کردستان فریاد زده شده و وقتی دیگر کارگران شرکت واحد تهران، به زمانی دیگر کارگران هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو عراق، ذوب‌آهن اصفهان، معادن ایران، کارگران شهرداری ها و راه‌آهن و غیره پرچم را به دست گرفتند و امروز شما نماینده فریاد طبقه کارگر ایران هستید و آن هم مهمترین بخش طبقه. برخی خیلی سعی دارند کارگر را قشر خاکستری معرفی کنند، اما فریاد اعتراض ما کارگران در اعتصابات بیشمارمان نشانگر این است ما طبقه ای هستیم که مبارزاتمان سرنوشت جامعه را تعیین می کند.
درود بر شما که با اعتراضاتتان بار دیگر بر این مهم تأکید گذاشتید. بدین وسیله حمایت همه جانبه خود را از خواستهای شما اعلام می کنم به امید پیروزی یاشار. البته جا داره اینجا تصحیح بکنم که به نظر می رسه یاشار از کارگران صنایع نفت نبوده و پیامی که داشته از به عنوان یک کارگر از بخش‌های دیگه تولیدی رو به کارگران نفت بوده. و اما در اینجا میخوام توجه شما بینندگان رو جلب کنم به بیانیه‌ای که ساعاتی پیش منتشر شده از سوی تشکل‌ها در داخل ایران در حمایت از کارگران نفت. در این بیانیه به صورت صریح و قاطع از این کارزاری که در جریان هست در حمایت از کارگران نفت صحبت شده. این بیانیه رو با همدیگه میبینیم، میشنویم و با امضا کنندگانمون بیشتر آشنا میشیم. بیانیه تشکل‌ها در حمایت از اعتراضات کارگران رسمی نفت. کارگران رسمی نفت به دنبال اعتراضات پراکنده خود نسبت به وضعیت معیشت، سطح پایین دستمزد و دستدرازی هایی که توسط دولت به حقوق و مزایایشان می شود، حدوداً از 2 ماه پیش در یکی از تجمعات خود اعلام کردند تا تحقق خواسته هایشان روزهای دوشنبه تجمع برگزار خواهند کرد و دوشنبه های هر هفته را به عنوان روز اعتراضی کارگران رسمی نفت تعیین کردند. بیش از 1 سال است که بازنشستگان تأمین اجتماعی کشوری شامل معلمان و مخابرات روزهای معینی در هفته را به عنوان روزهای اعتراضی خود تعیین کرده و به طور همزمان در شهرهای مختلفی تجمعات برگزار می‌کنند. این شیوه از مبارزه و اعتراض تا کنون نقش بسزایی در ایجاد اتحاد میان بازنشستگان و تقویت جنبش بازنشستگی داشته و به یک سنت تبدیل شده است. کارگران نفت نیز امروز با الگوپذیری از این سنت پیشرو و مدرن در حال انسجام بخشیدن و سازماندهی اعتراضاتشان هستند. تردیدی نیست که به کارگیری این شیوه از اعتراض مبارزات کارگران رسمی نفت را قدرت خواهد بخشید. سازمان یافتن کارگران رسمی نفت نه تنها مبارزات در بخش نفت را قدرتمند خواهد کرد، بلکه در قدرتگیری اعتراض و متحد شدن همه کارگران در همه بخش‌های تولیدی، پروژه‌ای، خدماتی و غیره در مقابل کارفرمایان و سیستم حکومتی حامی آنان هم تأثیر فراوان خواهد داشت. بخش تولیدی در صنعت نفت شاهرگ کسب درآمد دولت و حکومت است و علاوه بر این کارفرمای این صنعت خود دولت است که مستقیماً در برابر کارگران قرار دارد. دولت برای تأمین هزینه‌های گزاف دم و دستگاه خود و برای تأمین هزینه‌های حکومتداری به طور کلی نیاز حیاتی به فعال بودن بخش تولیدی نفت دارد. از این رو کارگران رسمی و ارکان ثالث نفت جایگاه ویژه‌ای در کل جنبش کارگری دارند. گسترش اعتراضات کارگران رسمی نفت فشار اساسی و تعیین کننده بر دولت وارد خواهد آورد و آن را مجبور به پاسخگویی خواهد کرد و پیامد هر پیروزی و موفقیت کارگران نفت زمین ساز پیروزی ها و موفقیت های کارگران در همه بخش های دیگر خواهد شد. وظیفه همه ما کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و همه انسان های خواهان رفاه و آسایش است که از مبارزات کارگران رسمی نفت حمایت کنیم. امضا کنندگان، اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، ندای زنان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد. 14 آبان 1402. بینندگان گرامی، ملاحظه می‌کردید بیانیه حمایتی 6 تشکل از داخل کشور از کارگران نفت که ساعاتی قبل منتشر شده. و اما سخنران آخری که در ویژه برنامه امروز خواهیم داشت، ویژه برنامه در حمایت از کارگران نفت و اعتراضات و اعتصاباتشون، کاظم نیکخواه مسئول روابط بین المللی
کمپین برای آزادی کارگران زندانی هست. بفرمایید کاظم نیک‌خواه. تشکر میکنم از شما و از همه دوستان عزیزی که در این کنفرانس شرکت کردند و سخنان بسیار ارزنده ای رو که بیان کردن و برحال کل فضایی که پیام هایی که دریافت کردیم، بیانیه‌ای که الان خوندین بسیار دلگرم کننده و امید بخش است. این حمایت از کارگران نفت، همبستگی با کارگران نفت بسیار مهمه. این کارگران شایسته بیشترین اتحاد و همبستگی هستند، نه فقط به خاطر نقش و جایگاه کلیدی که در مبارزات سیاسی و اجتماعی جامعه دارند، نه فقط به خاطر جایگاه کلیدی که در اقتصاد در فضای جامعه دارند، بلکه در این حال به خاطر شرایط کاریشون، به خاطر شرایط زندگیشون. شما نگاه کنید وقتی ما از کارگران صحبت میکنیم به طور کلی همه جا، معمولا کارگر صبح کله سحر از خونه بیرون میره تا شب بعد از ظهر دیر وقت میاد خونه و استراحت میکنه، خودش آماده میکنه که فردا دوباره بره کار بکنه. یعنی کارگر یا کار میکنه یا داره خودشو برای کار آماده میکنه. وقتی به کارگر نفت میرسیم حتی از این شرایط هم برخوردار نیست. یعنی کارگر نفت معمولا مراکز نفتی در میان در دریاها، در مراکز دوردست، در مناطقی دور از امکانات شهری، امکانات زیستی زندگی میکنن، کار میکنن، باید تو خوابگاه زندگی کنن، باید تو به اصطلاح نمیتونن شیش ماه چند ماه چند ماه خانوادهشون رو ببینن و این شرایط باعث میشه که فشار بیشتری رو کارگرا باشه و کارگر نفت اکثرا به اصطلاح شرایط گنان کار سخت و زیان‌آور حساب بشه. کارگران نفت در نتیجه نیاز دارن، نه به عنوان یک چیز صرفا رفاهی، نیاز دارن از امکانات زیستی، خوابگاه‌های انسانی برخوردار باشن، نیاز دارن به اینکه از رستوران‌ها و غذاخوری‌های مناسب برخوردار باشن. علاوه بر اینا کارگران خواهان حذف سقف حقوق هستن، خواهان حذف مزایای بازنشستگی هستن، خواهان اجرای درست ماده 10 هستن که سال 93 با اعتراضات کارگران تصویب شده، تازه امسال زیر فشار اعتراضات کارگران اونو به اجرا گذاشتن، اونم ناقص. کارگران میگن 9 سال تأخیر، تو این 9 سال یه عده بازنشست شدن، یه عده تازه شاغل شدن، یه عده دارن کار میکنن. همه مزایایی که به خاطر این ماده 10 که بعد از اعتراضاتمون تصویب شده از کارگران گرفته شده باید به اونا برگردونده بشه، باید به اونا داده بشه. اینم یکی از خواستای کارگران. و علاوه بخش زیادی از کارگران که پیمانی، پروژه‌ای، قراردادی، قرارداد موقت و غیره هستن، خواهان حذف پیمانکاران از محیط‌های کار هستن و این مهمه. پیمانکاران بخش‌های مختلفی هستن که خیلیشون از خود حکومتی‌ها هستن، بخش زیادی از حقوق کارگران رو بالا می‌کشن، شرایط ضد انسانی رو به کارگران تحمیل می‌کنن که دوستان عزیزی صحبت کردن اینجا و کارگر میخواد اینا کنار برن، حذف بشن و این خواست مهمیه و باید عملی بشه و با حذف پیمانکاران کارگران میتونن به بخش زیادی از حقوقشون برسن. حذف برحال اعتراضات در نفت نشون میده که اون فضای خفقان، کنترل و پادگانی که تو نفت وجود داشت تو همه این سالها و دقیقا با استفاده از همین پراکندگی که تو فضای شرایط کاری کارگران از تحمیل کرده بودن و خود این پیمانکاران هم عوامل اصلی اجراش هستن یا برای پیش بردش، این شکسته شده دیگه، فضای پادگانی شکسته شده و کارگر اومده به میدون و خواستاشو داره مطرح میکنه و این حرکت و اعتراضی است که
صدها هزار، چند صد هزار کارگر رو در بر میگیره. شما رو دقیق کارگران نفت رو اعلام نکردن، ولی حداقل 200 هزار کارگر فکر میکنم در نفت دارن کار میکنن، کارگران رسمی، کارگران قراردادی، ارکان ثالث، پیمانی، پروژه‌ای و غیره. این شرایط، این مبارزه، مبارزه اتفاق بسیار مهمیه. من امیدوار هستم که مبارزات سراسری کارگران نفت یا اعتراضاتشون به اعتصاب سراسری نفت برسه. اعتصاب سراسری نفت قطعاً جمهوری اسلامی رو میتونه عقب برونه، کمر جمهوری اسلامی رو بشکنه، خواستهای کارگران رو تحمیل کنه. هیچ تردیدی در این نباید داشت. میدونم که ساده نیست توی همچه وضعیت امنیتی و پراکندهی که کارگران دارن و شرایطی که دارن سازمان دادن اعتصاب سراسری، ولی اگر تو مراکز مثل پتروشیمی آبادان، پالایشگاه آبادان و پالایشگاه بزرگ اعتصابات شروع بشه و فراخوان داده بشه به پیوستن بخش های دیگر کارگران، قطعا ما با اعتصاب سراسری نفت که یک اتفاق بسیار مهم در جنبش کارگری و در اوضاع سیاسی ایران هست مواجه خواهیم شد، همراه خواهیم شد و این فضای جامعه رو، فضای جنبش کارگری رو کلا تغییر خواهد داد. امیدوارم به اونجا برسیم. به حال تشکر میکنم از همه از کارگرانی که به ما پیام دادن، پیام میدن، تماس میگیرن و امیدوارم که کارگران نفت با ما، با فریدمنا، با تلویزیون کانال جدید تماس بگیرن، در ارتباط بیشتری باشن و از این طریق بتونیم صدای کارگران رو در سطح دنیا بیشتر و بیشتر پژواک بدیم، بازتاب بدیم. و تا اینجا هم ما تلاشمون، یکی از تلاشمون این بوده که صدای کارگران نفت رو مرتبا در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب بدیم، با اتحادیه‌های کارگری تماس داشته باشیم داریم و از این طریق حمایت و همبستگی با کارگران رو جلب بکنیم. فضای جنبش کارگری، جنبش بازنشستگان بسیار امیدبخشه. همین بیانیه که الان خوندین از تشکل‌های کارگری در ایران نشون میده که این کارگران مورد حمایت وسیع از جانب مردم تو جامعه هستن و من امیدوارم که شاهد کمپین‌ها و کارزارهای بیشتری از این نوع باشیم. من صحبتم رو با آرزوی موفقیت با کارگران نفت پایان میدم و اینجا میرسیم به آخر این کنفرانس. تشکر میکنم از کانال جدید که این امکان رو فراهم کردن که این کنفرانس اینجا در آنلاین از طریق تلویزیون بازتاب داده بشه. از میثم عتیق عزیز تشکر میکنم، از همه دوستان عزیزی که در این کنفرانس شرکت کردن سپاسگزارم و امیدوارم فراخوانم به همه تشکلهای سیاسی این است که کمپین و کارزار در حمایت از کارگران نفت رو به جریان بیاندازین. ما این هفته شاهد کمپینی از سوی حزب کمونیست کارگری بودیم. ما از این کمپین حمایت میکنیم و امیدواریم که جریانات دیگه هم کمپین و کارزار در حمایت از کارگران نفت داشته باشن. تشکر میکنم. سپاس از شما کاظم نیکخواه گرامی. در اینجا به پایان ویژه برنامه امروز تلویزیون کانال جدید در حمایت از کارگران نفت رسیدیم. یک بار دیگه از همه شما میهمانان برنامه که با ما بودید تشکر میکنم. همینطور شما بینندگان تلویزیون کانال جدید که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدوارم تمامی بحث ها و موضوعاتی که در این ویژه برنامه مطرح شد مورد توجه همه شما واقع شده باشه. در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای کارگران نفت و اعتراضات و اعتصابات قدرتمند اونها در آینده، من میثم عتیق و همراه کیان آذر مدیریت این ویژه برنامه و سایر دستاندرکاران همه شما رو به شبها و روزهای خوش میسپاریم.